گروه هکری عدالت علی اعلام کرده که سرورهای قوه قضاییه جمهوری اسلامی را هک کرده است. 103 فلسطینی در حملات ارتش اسرائیل به نوار غزه طی 24 ساعت گذشته کشته شدند. جایزه بنیاد سینما برای صلح به نام محافظ دموکراسی و حقوق بشر به فرزندان نرگس محمدی در برلین اهدا شد. یک جوان 18 ساله بعد از انتقال به زندان شهرزا در استان اصفهان به طرز مشکوکی جان سپرده است. استفاده از فیلتر شکن در ایران غیرقانونی شد. یک نماینده مجلس میگوید رئیسی هزینه‌های مالی اجرای لایحه عفاف و حجاب را پذیرفته است. کانال تلگرامی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران از تایید حکم اخراج سارا سیاه‌پور معلم معترض و فعال صنفی فرهنگیان خبر داد. دوره جدید اعتصاب کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز آغاز شد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته است که ایران همچنان به غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهد. یک رسانه اسرائیلی از کشف فناوری‌های پیشرفته متعلق به جمهوری اسلامی زیر مقر آن را با خبر داد. جسد خلبان روس که خود را به اوکراین تسلیم کرده بود در اسپانیا پیدا شد. فرانسه از انهدام دو پهپاد پرتاب شده از یمن به دریای سرخ خبر داد. رئیس جمهور اوکراین میگوید وضعیت در جبهه شمال شرقی جنگ با روسیه به شدت دشوار است. آمریکا قطعنامه شورای امنیت را برای آتش بس در غزه وتو کرد. و پاسارگاد، تخت جمشید و نقش رستم در معرض فرونشست 15 تا 20 سانتی متری هستند. درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با مشروح خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امروز شنبه 20 فوریه 2024 میلادی برابر است با اول اسفند ماه سال 1402 خورشیدی. گروه هکری عدالت علی اعلام کرده است که سرورهای قوه قضاییه جمهوری اسلامی را هک کرده و به میلیون ها پرونده و تعدادی سند محرمانه دست یافته است. گروه هکری عدالت علی ضمن اعلام خبر منتشر کردن این اسناد بر روی یک سایت، شماری از سندها را در کانال تلگرام خود قرار داد. به گفته این گروه، تعدادی از مدارک به دست آمده از سوی سایر ارگان‌های جمهوری اسلامی از جمله وزارت اطلاعات، سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران و شورای عالی امنیت ملی به قوه قضاییه ارسال شده است. برخی از اسناد با عنوان خیلی محرمانه که در کانال تلگرامی عدالت علی منتشر شده، به جلسه شورای امنیت کشور بعد از کشته شدن مهسا ژینا امینی، مقابله با فروشندگان غیر مجاز فیلتر شکن، تجمع معترضان به آزمون استخدامی سال 99 و پرونده فساد اقتصادی در آستان قدس رضوی مربوط است. این گروه هکری گزارش محرمانه ای را با عنوان عملکرد سامانه مسدودسازی سایت ها و اپلیکیشن ها هم در کانال تلگرامی خود منتشر کرد. این گروه به اسنادی دسترسی پیدا کرده که حاکی از پرونده سازی جمهوری اسلامی برای سلبریتی ها در جریان خیزش انقلابی سال 1401 و قبل از آن است. خبرگزاری آلمان به نقل از محافل مطلع در فرودگاه قاهره گزارش داده است که همزمان با سفر اسماعیل هنیه رئیس حماس به قاهره، یک هیئت بلندپایه اسرائیلی هم وارد پایتخت مصر شده است. حماس روز سه‌شنبه در بیانیه اعلام کرد که اسماعیل هنیه رهبر این گروه برای مذاکره با نمایندگان مصر درباره وضعیت جنگ غزه در صدر هیئتی وارد قاهره شده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در دور قبلی مذاکرات در قاهره به دلیل خواسته های بیش از حد حماس با اعزام هیئت مذاکره کننده مخالفت کرده بود. ارتش اسرائیل روز سه‌شنبه در شبکه ایکس فیلمی را به اشتراک گذاشته که حملات اسرائیل به مواضع حزب الله لبنان را نشان می‌دهد. ارتش اسرائیل مشخص نکرده که آیا این حملات تلفات انسانی هم داشته یا خیر، اما گفته است که در این حملات
زیرساخت‌های تروریستی حزب الله لبنان هدف قرار گرفته است. اداره بهداشت غزه که تحت کنترل حماس قرار دارد، روز سه‌شنبه اعلام کرد که 103 فلسطینی در حملات ارتش اسرائیل به نوار غزه تا 24 ساعت گذشته کشته و 142 تن زخمی شدند. بر اساس این اطلاعات، از آغاز جنگ غزه در مجموع 29195 فلسطینی در مناطق پرجمعیت ساحلی کشته شده و 69170 تن هم مجروح شدند. صفحه اینستاگرامی منصوب به نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه صلح نوبل، خبر داد که جایزه بنیاد سینما برای صلح به نام محافظ دموکراسی و حقوق بشر به فرزندان او در برلین اهدا شده است. بر اساس این گزارش، خانم محمدی در پیامی برای مراسم دریافت این جایزه از جهانیان خواست تا در قبال رنج میلیون ها زن در خاورمیانه، به ویژه در ایران تحت رژیم جمهوری اسلامی و در افغانستان تحت رژیم طالبان، سکوت نکنند. به تاکید کرد که ما ایستاده ایم و به مبارزه برای گذار از رژیم دینی استبدادی و زن ستیز جمهوری اسلامی ادامه خواهیم داد. نرگس محمدی ابراز اطمینان کرد که مردم ایران پیروز خواهند شد. وی خطاب به جهانیان گفت که صدای سرود پیروزی ما را از خیابان‌های شهرهایمان خواهید شنید. مرکز مشاوره و آموزش حقوقی ویژه کنشگران دادبان خبر داد که آریان قربانی شناس، جوان 18 ساله، بعد از انتقال به زندان شهرزا در استان اصفهان به طرز مشکوکی جان سپرده است. بر اساس این گزارش، قربانی شناس روز 29 آبان ماه بعد از مصرف مشروبات الکلی و وقوع یک درگیری کوچک میان او و دوستانش به دست ماموران پلیس بازداشت شد. به گفته دادبان، این جوان 18 ساله روز 30 آبان ماه با وضعیت جسمانی کاملا مناسب و بدون هر گونه اثری از مشکل جسمانی در جلسه رسیدگی به پرونده خود در دادگاه حاضر شد. ماموران بعد از پایان جلسه دادگاه، قربانی شناس را به بند قرنطینه زندان شهرزا منتقل کردند. دادبان افزود جسم بیهوش این جوان در صبح اول آذر ماه به بیمارستان منتقل و در بخش سی‌سی‌یو بستری شده است. یکی از پزشکان بیمارستان امیرالمؤمنین شهرزا به خانواده قربانی شناس اطلاع داد که تمامی آزمایش‌های مربوط به او نشان دهنده وضعیت سالم بوده، اما این پزشک از وجود ورم شدید در سمت راست سر این جوان خبر داده است. قربانی شناس روز دوم آذر ماه جان خود را از دست می‌دهد. به گفته این منبع آگاه، پزشکی قانونی در گزارش خود علت درگذشت این جوان را مرگ مغزی ناشی از مسمومیت الکلی اعلام کرده است. شورای عالی فضای مجازی جمهوری اسلامی بر اساس مصوبه اعلام کرد که استفاده از فیلتر شکن در ایران مگر در مواردی که مجوز داشته باشد غیر قانونی است. بر اساس مصوبه اخیر، هر گونه تبلیغ اشخاص حقوقی در پلتفرم‌های خارجی که غیر مجاز دانسته شدند ممنوع شده و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف شده که با همکاری صدا و سیما، فرماندهی کل انتظامی، وزارت اقتصاد و قوه قضاییه اجرایی شدن این مصوبه را ممکن کند و هر 3 ماه یک بار نتیجه را به مرکز ملی فضای مجازی جمهوری اسلامی گزارش بدهد. در این مصوبه همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف شده خدمتی رایگان با عنوان تحریم شکن فراهم کند و به بخش خصوصی هم برای فعالیت در این زمینه مجوز بدهد. علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، در واکنش به این مصوبه نوشت که شورای عالی فضای مجازی حق قانونگذاری و تعیین تکلیف برای حقوق ملت را ندارد. این حقوقدان همچنین روز سه‌شنبه با بیان اینکه منتظر ایجاد رانت مجوز باشید، صدور چنین مجوزی را گواهی تبعیض دانست و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت با این کار 80 میلیون ایرانی و بخش زیادی از مقامات عالی کشور مجرم هستند. رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی میگوید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، بار مالی و افزایش هزینه های ناشی از اجرای لایحه عفاف و حجاب برای دولت را پذیرفته و آن را امضا کرده است. مرتضی آقاتهرانی روز سه‌شنبه اول اسفند ماه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت
بزرگترین ایراد شورای نگهبان به این لایحه مربوط به اصل 75 قانون اساسی است، چون به دولت هزینه تحمیل می کند. اما در نهایت رئیسی آن را پذیرفته، امضا کرده و تحویل دادند و آماده رفتن به آخرین مرحله است. کانال تلگرامی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران روز سه‌شنبه اول اسفند ماه از تایید حکم اخراج سارا سیاه‌پور، معلم معترض و فعال صنفی فرهنگیان، توسط دولت جمهوری اسلامی خبر داد و نوشت که این سرکوب‌ها خشم نهفته معلمان را شعله برتر از هر زمانی خواهد کرد. بر اساس این گزارش، بخش تجدید نظر هیئت تخلفات وزارت آموزش و پرورش حکم اخراج سارا سیاه‌پور از فعالان صنفی استانهای تهران و البرز را عیناً تایید کرده است. پیشتر دادگاه تجدید نظر قوه قضاییه در تیر ماه سال جاری حکم 6 سال حبس خانم سیاه‌پور را تایید کرده بود. بینندگان هشمند، در لحظه توجه شما را به پنج پایه بازرگانی شد. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی، دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی، کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. اگر تا حالا برنج های متنوع رو امتحان کرده اید، وقتش رسیده که برنج باسماتی دانه درشت دیبا را انتخاب کنید. برنج هندی دیبا در دو اندازه های مختلف در فروشگاه های ایرانی در دسترس شماست. برنج دیبا با طعم و بوی ممتاز خود جلوه خاصی به میز نهار و شام شما خواهد داد. چه برنجی، چه عطر و بویی. برنج باسماتی دیبا، بهترین بهترین ها. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعته. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. کانال تلگرامی صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد روز سه‌شنبه اول اسفند ماه خبر داد که کارگران تمامی بخش‌های این مجموعه صنعتی در اهواز بعد از مسدود شدن کارت‌های شماری از همکاران خود و ممنوعیت ورود آنها، دور جدید اعتصاب خود را آغاز کردند. بر اساس این گزارش، تعدادی از کارگران به دستور مدیرعامل و مدیر حراست شرکت ممنوع ورود شدند و دستور اخراج آنها صادر شده است. این اخراج ها به دنبال اعتراضات کارگران به اجرا نشدن صحیح طرح طبقه بندی مشاغل و بهبود نیافتن دستمزدها صورت گرفته است. کانال صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد همچنین نوشته است که کارگران اخراجی از روز دوشنبه با برپایی چادر در مقابل درب ورودی شرکت تحصن کرد. مالکیت گروه ملی صنعتی فولاد ایران با بانک ملی ایران است که کارگران این مجموعه بارها خواستار تغییر مالکیت آن شدند. رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز دوشنبه گفت که ایران همچنان به غنی‌سازی اورانیوم در سطوحی بالاتر از نیازهای تجاری ادامه می‌دهد و افزود که قصد دارد ماه آینده برای اولین بار تا یک سال اخیر به ایران سفر کند. گروسی در گفتگویی با خبرگزاری رویترز عنوان کرد که ایران اگرچه سرعت غنی‌سازی اورانیوم را به نسبت اواخر سال گذشته تا حدی کمتر کرده، اما همچنان در حال
غنی‌سازی اورانیوم در حدود 7 کیلوگرم در ماه و خلوص 60% است. غنی‌سازی 60% اورانیوم به درجه لازم برای تولید سلاح هسته‌ای نزدیک است و الزاماً برای امور تجاری و غیر نظامی کاربردی ندارد. تلویزیون دولتی اسرائیل روز دوشنبه گزارش داد که نیروهای اسرائیلی در نوار غزه شواهدی پیدا کردند که حکومت ایران را با شبه نظامیان حماس در غزه و آژانس امداد رسانی و کاریابی سازمان ملل متحد اونروا مرتبط می کند. بنا به این گزارش، ارتش و سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل در حال بررسی این تجهیزات هستند که ظاهراً منشأ آن چین است. ارتش اسرائیل در جریان حمله اخیر خود به مقر اونروا در محله رمال شهر غزه، مرکز دادپردازی حماس را در زیر ساختمان اونروا پیدا کرده که پر از سرورها، کابل‌های برق، یک ژنراتور برق و محل زندگی بود. بر اساس گزارش این تلویزیون، این تجهیزات فناوری متعلق به رژیم ایران است که ظاهراً از طریق چین وارد غزه شده بود. بنا به گزارش‌ها، نیروهای اسرائیلی در این عملیات یک خوشه سرور و سایر تجهیزات فناوری را منهدم کردند و 120 تن از افراد گروه‌های شبه نظامی را هم از پای درآوردند. یوآف گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، روز جمعه به خبرنگاران گفت که نیروهای اسرائیلی اطلاعاتی در اختیار دارند که نشان می‌دهد 30 کارمند اونروا در کشتار حماس در 15 مهر ماه شرکت داشتند. وی اسامی و تصاویر 12 کارمند اونروا را که اسرائیل قبلاً به شرکت در حمله حماس در جنوب اسرائیل متهم کرده بود به اشتراک گذاشت. سازمان اطلاعات اوکراین خبر داد که جسد ماکسیم کادمنوف، خلبان روسی که در عملیات مخفی در سال گذشته میلادی خود را به اوکراین تسلیم کرده بود، سه‌شنبه گذشته در پارکینگ ساختمانی در اسپانیا پیدا شد. بر اساس گزارش‌ها، وی به دست افراد مسلح ناشناس و با شلیک 12 گلوله کشته شده و دوست دخترش جنازه او را پیدا کرده. یک ماشین سوخته هم در نزدیکی محل کشف جسد پیدا شده است. پلیس اسپانیا پیش از آگاهی از جزئیات زندگی و نقش کادمنوف در ارتش روسیه تصور می‌کرد که تیراندازی به یک گروه تبهکار مرتبط است. کادمنوف در ماه آگوست گذشته هنگام پرواز بین دو پایگاه هوایی روسی از مرز اوکراین عبور کرد. به قرار بود که قطعات جنگنده‌های روسی را جابجا کند، اما در عوض بالگرد خود را در خاک اوکراین فرود آورد. رسانه‌های اوکراینی گزارش دادند که کادمنوف تصمیم گرفت که به جای آنکه در اوکراین بماند، به اسپانیا برود. با این حال، برخی منابع روسی نزدیک به وزارت دفاع روسیه با رد کردن این گزارش ها گفتند که دستگاه اطلاعاتی اوکراین گزارش کشته شدن کادمنوف را منتشر کرده تا با خبر جعلی مرگ برای او هویتی تازه بیافریند. وزارت دفاع فرانسه روز سه‌شنبه اعلام کرد که کشتی‌های جنگی این کشور در دریای سرخ دو پهپاد را رهگیری و منهدم کردند. بر اساس گزارش این وزارتخانه، این پهپادها از یمن پرتاب شده بود. در بیانیه وزارت دفاع فرانسه آمده که در طول شب گذشته ناوچه‌های چند مأموریتی فرانسوی چند حمله پهپادی از یمن را در مناطق گشتستانی مربوط به خود در خلیج عدن و جنوب دریای سرخ شناسایی کردند. دو پهپاد رهگیری و منهدم شدند. در همین حال، دولت بریتانیا حمله حوثی‌ها به یک کشتی باری ثبت شده در این کشور را که توسط حوثی‌های مورد حمایت ایران هدف موشک قرار گرفت محکوم کرد. همزمان نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل ارسال سلاح به یمن را تکذیب کرده است. ولادیمیر زلنسکی میگوید مسکو از تأخیر در رسیدن کمک‌های بیشتر به اوکراین بهره برداری می‌کند. رئیس جمهوری اوکراین روز دوشنبه 3 بهمن ماه در پیام ویدیویی شبانه‌اش با اشاره به بازدید خود از خط مقدم نبرد در شمال شرقی کشور گفت: اکنون وضعیت بسیار دشواری بر چندین بخش از جبهه جنگ حاکم شده است، دقیقاً در مناطقی که ارتش روسیه نیروهای ذخیره خود را متمرکز کرده است. زلنسکی میگوید مسکو از تأخیر در رسیدن کمک به اوکراین سوء استفاده میکند و این موضوعی بسیار حساس است. و یادآوری کرد که ارتش اوکراین دچار کمبود توپخانه است و به دفاع هوایی در خط مقدم و سلاح‌های بابرد بیشتر نیاز مبرم دارد. بینندگان عزیز، بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید.
وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته. دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز افک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. درست انتخاب کنید. هیدری لا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون‌ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 HeyderiLawGroup.com. خبرها را دنبال میکنیم. آمریکا قطعنامه شورای امنیت را برای برقراری آتش‌بس بشردوستانه در غزه و آزادی گروگان‌های در بند حماس وتو کرد. این برای سومین بار است که ایالات متحده قطعنامه‌های شورای امنیت را برای آتش‌بس در غزه وتو می‌کند. لیندا توماس گرینفیلد، نماینده دائم ایالات متحده در سازمان ملل، گفته است که تصویب قطعنامه آتش‌بس به مانعی بر سر راه مذاکرات کانونی تبدیل خواهد شد. او گفت هر گونه اقدام شورای امنیت باید در راستای این مذاکرات باشد، نه مانع آن. پیشنویس اولیه این قطعنامه از سوی الجزایر ارائه شده بود. ارتش اسرائیل اعلام کرد که به اهداف حزب الله در جنوب لبنان حمله کرده است. به گفته ارتش اسرائیل، این عملیات در پاسخ به حملات موشکی و راکتی حزب الله به شمال اسرائیل در روز سه‌شنبه 1 اسفند ماه انجام شد. یک فعال محیط زیست در ایران از شرایط بحرانی در بخش بزرگی از دشت مرددشت شامل قلمرو بزرگ پاسارگاد، تخت جمشید و نقش رستم خبر داد و تاکید کرد که این مناطق با فرونشست بیش از 15 الی 20 سانتی متری مواجه هستند. محمد درویش روز سه‌شنبه اول اسفند ماه در گفتگویی با خبرگزاری ایرنا افزود که هیچ چشم‌انداز روشنی برای مقابله با وضعیت بحرانی در این منطقه متصور نیست، چرا که مسئولان هیچ اقدامی در جهت پلمب کردن چاه‌ها در اطراف تخت جمشید و پاسارگاد و پرداخت خسارت به کشاورزان انجام ندادند. به گفته درویش، فرونشست 20 سانتی متری در این منطقه در شرایطی است که باید با رسیدن فرونشست زمین به بالای 4 میلی‌متر ستاد بحران تشکیل شود. این فعال محیط زیست اضافه کرد که مسئولان برای اینکه گردشگران و مردم متوجه فرونشست زمین اطراف دشت مرددشت و تخت جمشید نشوند، آنها را با کامیون پر می‌کنند. بینندگان عزیز، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق برمان آقای شهرتی. روزگار و خوشی رو براتون آرزو میکنم.